سلام خدمت همه کاربرای عزیز سایت زنگ کلاس. ابراهیم هستم با جلسه 18 برنامه‌نویسی C#. امروز می‌خوایم در مورد اکسس مودیفایر یا سطح دسترسی فیلد ها پروپرتی ها توی کلاس ها براتون حرف بزنیم یا بررسیشون کنیم. قبل شما لطف کنید دکمه قرمز توی یوتیوب سابسکرایب رو بزنید و اون زنگولش هم بزنید که از آخرین ویدیوهایی که ما ارسال می‌کنیم با خبر بشین. خب بریم شروع کنیم ببینیم که این استوتوی دسترسی چیه. این استامون رو یادم رفت بگم، این استامون رو حتما فالو کنید، مرسی. خب دوستان، اکسس مودیفایر چیه؟ بریم یه پروژه ایجاد کنیم. خب کرییت میکنیم از نوع کنسول اپ و اسمش رو میذاریم Access Modifiers Project. اوکی اینو میسازیم. کجای موس بساز؟ من آل یک کلاس ایجاد میکنیم. اول یعنی اول چیزایی که باید بگم اینجا توی اینجا ما برای یادتونه که توی کلاس ها گفته بودیم یه پابلیک داره یا اینترنال. توی دسترسی کلاس تو جلسه قبل یه توضیح بهتون دادیم، گفتیم کلاس ها دو حالت دارن، یا پابلیک هن یا اینترنال. ولی فیلد هایی که توی کلاس وجود دارن چه توی دسترسی دارن؟ توی دسترسی فیلد ها به این صورته که پابلیک داره، پریویت داره، پروتکت داره، اینترنال و پروتکت اینترنال. اینجا هم گفته پروتکت اینترنال هم میتونه باشه. خب اینا چیزایی که ادغامی میتونیم استفاده کنیم، ولی خب ماهیت اصلیشون همین چهار مورد هستن که وجود دارن: پابلیک، پریویت، پروتکتد و اینترنال، که برای فیلدا میتونیم استفاده کنیم. خب بریم که یک کلاس ایجاد کنیم، همون کلاس هیومن، مثلا یک کلاس چی ایجاد کنیم؟ مثلا میگیم کلاس کار ایجاد میکنیم. اینجا خواهمون اینترناله و میگیم چی؟ میگیم فیلد تعریف میکنیم. گفتیم چند حالت داریم، پابلیک داریم، اینتر، مثلا میگیم A، بذاریم یه جوری باشه، مثلا بگیم یه اسم اول بذاریم به عنوان Access Public، اینجوری بهتر. Access Public، یک چند تا کپی میکنم. مورد بعدی چی بود؟ به این بالا Private، Protected، Internal. میگیم Private، Protected و Internal. اینجا من می نویسم Internal، Protected و Private. پریویت خودمون، ببینید ما اینجا چرا خطا داده؟ ما اینجا اینترفیس نوشتم باشه اینترنال. اوکی خب ما 4 تا متغیر تعریف کردیم و به هر کدوم از اینا سطوح دسترسی دادیم. و ببینید قبل تعریف متغیر، نوع متغیر، نام متغیر، دقیقا قبل نوع باید سطوح دسترسیش مشخص بشه، یا پابلیک یا پریویت یا پروتکتد یا اینترنال، یا حالت پریویت پروتکتد یا اینترنال پروتکتد هم وجود داره. ادغامی از اونایی که اونها هم توضیح میدیم چیز خاصی نداره. حالا ببینیم، من یه تابع ایجاد میکنم، پابلیک وید مثلا علی. ببینید من اینجا اکسس که بزنم، ببینید به اینترنال
دسترسی دارم، به پریویت دسترسی دارم، به پروتکت دسترسی دارم، به پابلیک هم دسترسی دارم. یعنی به تمام متغیرهایی که توی این کلاس، تمام فیلدهایی که توی این کلاس ایجاد شد، تو خود اون کلاس ما بهشون دسترسی داریم. خب حالا بیام یک کلاس دیگه ایجاد کنم. بذاریم همینجا توی پروگرام، این پروگرام میذارم کنارمون که همیشه کنارمون باشه. خب اینجا من میام از این کلاس خودم کار مساوی OBG مساوی نیو کار یک شیعی میسازم. حالا ببینیم OBG دات، ببینید به چه چیزایی دسترسی داریم. Access Public، به Access Public دسترسی داریم، به کلاس Access Internal هم دسترسی داریم، ولی Private و Protected رو نمی‌بینیم. چرا؟ Protected خاصیتش به این صورته که باید به کلاس فرزند خودش تا یک لول بعدیش دسترسی داره. یعنی من اگر به اینو بیان توی یک کلاس دیگه بهتون توضیح بدیم، چون مینه نمیخوام پروژه مینه رو تغییر بدم، میام یک کلاس دیگه ایجاد میکنم، همون کلاس بنزی که داشتیم، میگم بنز. اوکی کلاس بنز من میگم پابلیک وید استارت، یک متد استارت و کار مساویه کار OBG مساویه نیو کار، و حالا همون OBG گفتیم چی؟ گفتیم متغیری که از نوع فیلدی که از نوع پابلیک باشه توی تمام جاها، چه توی این اسمبلی، چه توی این اسمبلی تو تمام کلاس ها، و چه تو اسمبلی های دیگه تو کلاس های مختلف، میتونم به این متغیر دسترسی داشته باشن. و اینترنال فقط توی این اسمبلیه، دقت کنید توی این پروژه، توی اون جلسه گفتم که اینترنال توی این اسمبلی، یعنی توی این پروژه تمام کلاس ها میتونن به این متغیر دسترسی داشته باشن، مشکلی ندارن. ولی پروتکتک زمانی که این کلاس بنزمن ازش ارث بری کرده باشه، یعنی ازش اگه ارث برده باشه میتونه بهش دسترسی داشته باشه. من میام چیکار میکنم؟ اینجا پاک میکنم بنزو، میارم کنار کار میذارم، اینجا کنار کار باشه، و میام از بنز میگم آقای بنز، توی بنز این کاره، میام تو بنز میگم آقا تو از کار، کلاس کار ما ارث بری کن. خب حالا من میام از بنز خودم یه شی بسازم، بنز OBG مساوی نیو OBG، حالا OBG رو میزنیم و میبینیم چرا اینترنال دسترسی داره، اکسس پابلیک هم دسترسی داره، ولی به کار ما ببینم، این اکسس پروتکت باید به این دسترسی داشته باشیم. من اینو ذخیره کنم، این علی که نیاز نیست، همین چند تا فیلد اکسس اینترنال داریم، اکسس اینترنال داریم، پابلیک داریم، و میمونه پروتکتد. ببینیم پروتکتد چرا دسترسی نداره، من از بنز دارم ارث میبرم، باید باشد قانونا الان باید این کار میکرد. بذاریم ببینیم خط ایرادش از چیه. کار بذاریم ببینم، وره OBG مساوی نیو کار، خب OBG دات
همچنان پروتکت شده برای زمانی که بعد لایه بعدی یعنی لول بعدی که بهش ازش ارث میبره، بنز داره ازش به ارث میبره دیگه، زمانی که ارث میبره نباید مشکلی باشه. اینو ما یه جستجو کنیم. اینکه نه MSDN هم ببینیم، اینو من میارم این ور که شما ببینید، ببینیم چه چیزایی داره. این پابلیک پریویت اینترنال پروتک اینترنال پریویت پروتکت، یه پروتکتت هم داریم، بذاریم ببینیم. خب پروتکتت وید پدال پریویت پروتکتت اینترنال اینا نمیخوایم، پروتکتد. خب A B از A ارث میبره و اینجا error because X can only access by میگه A مساوی new A B مساوی new B و B dot X مساوی 10. Okay because this class derives from A. خب این داره از اون ارث میبره، نباید. دوباره اینجا چک میکنیم ببینید پوینت پروتکت x پروتکت y درایور داره از پوینت ارث میبره، درایور پوینت میایم چیکار میکنیم دی پوینت دقیقا همین رمنواله. من ببینم بنز مساوی نیو بنز وره هویجی بنز. خب هویجی بنز دات داره پروتکتت رو اینجا نمایش میده از بنز، ولی اینجا توی یک کلاس دیگه، ولی ارث بری نکرده. آها ببخشید، چون این کلاس ازش ارثی نبرده، به خاطر همینه کلاس پروگرام چون ازش ارث نبرده نمیتونه، ولی توی کلاس بنز میتونیم ازش استفاده کنیم. اگه من توی کلاس BMW این کار رو بکنم چی؟ بیایم یک کلاس BMW هم بسازیم، اینم مطمئن بشم BMW دو نقطه بنز، نه نمیخوام اصلا ارث ببره، میخوام بگم ببخشید public void علی به اصطلاح یه چیزی می نویسیم بنز اوریجین مساوی نیو اوریجین دات، نه چون لولش تغییر میکنه وارد یک لول دیگه میشه، یعنی بنز یعنی کار لول یک، لول بعدیش میشه لول بنز که ازش ارث بری میکنه، اینجا قابل دسترسی میشه، ولی یه لول بعدی که بیاد متأسفانه بهش دسترسی نداره. ولی اگه بگم دو نقطه از بنز ارث ببر، حالا چی؟ قانونا نباید ارث بده، دقیقاً قانونا نباید، چون لول سوم میشه. ولی کار گفتیم پروتکتد چجوریه، تا یه لول بعدیش قابل دسترسیه، یعنی تا لول بنز از اینجا به بعد قابل دسترسیه، ولی لول BMW دیگه قابل دسترسی نیست. خب میایم این شده از پروتکتد،
اینترنال هم که تو این این پروژکت یعنی تو این اسمبلی همه جا قابل دسترسیه. حالا برای اینکه مثلا بهتر درکش کنید، من میام یک اسمبلی دیگه ایجاد میکنم مثل جلسه قبل، نیو پروژکت، میگم اسمش رو بذاریم از چیه؟ تست اکسس. خب این شد یه اسمبلی دیگه، من اینا همه رو میبندم، فقط پروگرام اینجا باشه. من برای این اسمبلی، برای اینکه بتونیم به اسمبلی بالا دسترسی داشته باشیم، ببینید تو رفرنس های ما، ببینید یک کلاس DLL های وجود داره، ما بیایم اد رفرنس میزنیم تو بخش پروژکتش، ببینید پروژکت هایی که توی این سلوشن وجود داره رو به ما نشون میده. من میگم سه پروژکت اکسس مودیفایر پروژکت رو به رفرنس من اضافه کن. حالا من تو پروژه خودم میتونم به اون اسمبلی داده های اون کلاس دسترسی داشته باشم، به این صورت که مثلا بگم بنز، اگه دیدید نعمت فقط کنترل نقطه رو بزنید بهتون میگه باید یوزینگ بشه چی بشه، که اینجا توضیح نداد، من فقط یوزینگ کنم، یوزینگ چی؟ تست اکسس مودیفایر که نه، چرا اصلا چیزی ازش نمیبینیم، اکسس مودیفایر رو چیز نمیبینیم. من دوباره میزنم اکسس، ببینید چیزی نمیبینیم. چرا؟ چون کلاس این چی شده؟ من یه پابلیک بهش اضافه میکنم. حالا ببینید اکسس مودیفایر اضافه شد، چون کلاسش اینترنال بود، کلاس پروگرام من اینترنال بود، به خاطر همین بود که بهش دسترسی نداشتیم. نیم اسپیسی که داشتیم، نیم اسپیسمون اینترنال بود. حالا من اینو یوزینگ کردم، حالا ببینیم بنز، بازم بنز رو نداره. چرا؟ اصلا اینم پاک میکنم، باز میبینیم بنز هیچی نه، من این کلاس پابلیکم حذف میکنم که اون به اکسس مودیفایر دسترسی نداشته باشیم، ولی من به بنز باید باز دسترسی داشته باشم. میام میبینم ایراد کلاس بنز من چیه، میبینید سطح دسترسیش اینترناله، فقط توی همون وب اسمبلی قابل دسترسیه، توی اسمبلی دیگه قابل دسترسی نیست. میام چیکار میکنم؟ اینو میگم پابلیک، پابلیکش میکنم. حالا اینجا ببینید زمانی که میگه یوز اکسس مودیفایر، اینو یوز کن و الان به بنز دسترسی دارم. obj مساوی نیو بنز. خب حالا obj بنز من هیچ نداره. چرا نداره؟ چون اصلا یه کلاس دیگه، یه اسمبلی دیگه، و قانونن من کلاس کار من، این چی میگه خطا چرا داد؟ میگه چون پدر این کار خودش اینترناله، قابل دسترسی نیست برای اسمبلی های دیگه، چطوری میخواد ارث ببره؟ میام کار خودمو، اینم میگم پابلیک باشه. الان ببین خطایی که برای بنز بود حل شد. میام توی پروژکت خودم ببینم حالا چطور شده. یعنی فقط و فقط به اکسس پابلیک دسترسی داریم. من اینو ببندم، سیف باش، میام کلاس کارم میارم اینجا. چرا؟ که ببینید، ببینید اکسس پریویت که گفتم تو همین کلاس فقط قابل دسترسیه، اکسس پروتکت برای لول بعدی بود که اصلا این یه اسمبلی دیگه، اینترنال هم گفته برای فقط اسمبلی که وجود داره تو اسمبلی، یعنی پروژکت اکسس مودیفایر فقط تو این اسمبلی کار داشته باشه. تنها چیزی که فعلا هم وجود داره اکسس پابلیکه که همه جا قابل دسترسی و تو پروژه های دیگه هم میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. ولی خب بیایم یه جور دیگه تست کنیم.
من میام چی کار میکنم؟ یک کلاس دیگه ایجاد میکنم برای اینجا، میگم کلاس چی نوشتم؟ کلاس تست اکسس. بیایم اینجا یه پابلیک وید، مثلا اینجا هم علی. اوه درسته، خب همینی میخواستم. اوکی، از کار میخوام نمونه بسازم. کار مساویه سی مساویه نیو کار، یه چیزی باشه که مشخص باشه. حالا obj dot، بازم access public بود. اینجا میایم چی کار میکنیم؟ یادتونه گفتم تست اکسس، بیاییم بگیم از کار یه ارس بری کن. حالا چی؟ بازم نمیگیره، ولی میایم خود تست اکسس رو تو خودش نمونه سازی میکنیم. تست اکسس obj مساوی نیو تست اکسس و obj رو بینی. یه چیز دیگه اضافه شد، اونایی که پابلیک بودن که هیچی، یه پروتکتد. یادتونه گفتم لیول بعدی خودش میتونه چی کار کنه؟ ارث بری، یا اون فیلد هایی که پروتکت میشن به لیول های بعدی خودشون ارث میبرن. حالا گفتیم این شد توی اسمبلی دیگه. حالا یا در نظر بگیریم ما چیزهای مختلفی داریم. گفته بودیم پروتکتد اینترنال داریم و یه مدل دیگه چی بود؟ پریویت، اگه اشتباه نکنم پریویت پروتکت داریم. یعنی چی؟ پریویت پروتکتد داریم. کنترل کادی ببینید این منظورش چیه. به این سبک نوشته میشه، میگه پروتکت اینت، مثلا اینت علی، تعریف متغیرش به این حالته، اینت مثلا ای این حالت. دقیقا تعریف متغیرش همونه، فقط سطوح دسترسیش به این شکله، پروتکت اینترنال پریویت پروتکت. این به چه سبکی میگه؟ میگه این متغیر هم پروتکت هم اینترنال. امکان داره مثلا الان من این علی رو بر میدارم، اسمش رو مثلا میکنم تست پروتکتد اینترنال، نمیدونم چی نوشتم، همین. ببینید هم پروتکت هم اینترنال، هم تو سلوشن کل برنامه، یعنی امکان داره 10 تا کلاس باشه و هم ارث برده باشن. این متغیر تو همه اینا قابل دسترسیه چون اینترناله، و هم پروتکت که میتونه به لایه لول بعدی خودش دسترسی، یعنی ارث بره. ببینید الان اینترنال تو سلوشن فقط اکسس مودیفایر قابل دسترسیه، توی این تست اکسس قابل دسترسی نیست، ولی هم اینترنال هم پروتکت. یعنی من اگه اینجا بیام از تست اکسس یه نمونه بسازم و بخوام ازش استفاده کنم، میبینیم باید تست پروتکتد اینترنال هم بهش دسترسی دارم، در صورتی که اینترنال میگه تو سلوشن من باشه، ولی گفت هم پروتکت هم هست، میتونه لایه بعدی خودش، لول بعدی خودش هم دسترسی داشته باشه. برای همینه که میبینید توی سلوشن دیگه با یه لول بعدی قابل دسترسیه. پریویت هم همینه، میگه میتونه پریویت باشه تو همین کلاس، هم میتونه پروتکت باشه تو لول بعدی خودش هم قابل دسترسی باشه. یه جورایی میشه گفت سطح دسترسیش یا میخوره، یا این یا این، یک کدوم از اینا باشه قابل دسترسیه، یا پروتکت باشه یا اینترنال، یا پریویت باشه یا پروتکت، این دو تا لول میتونه باشه. این دو مدل هم هستن. پس این شد لایه سطوح دسترسی که میتونیم کلاس های خودمون چطور بهشون سطوح دسترسی بدیم و توی کلاس های دیگه، تو پروژکت های دیگه ازشون، یا وب اسمبلی های دیگه ازشون استفاده کنیم. خب امیدوارم این آموزش هم مورد پسندتون قرار بگیره و هر سوالی داشتین حتما کامنت بذارین، لایک یادتون نره، توی چه یوتیوب چه تو آپارات
میتونین کامنت های خودتون رو بذارین و همچنین اگه سوالی داشتین، کاری داشتین، میتونین توی اینستای ما رو فالو کنین و سوالات خودتون رو بپرسین. مرسی تا این لحظه ما رو دنبال کردین. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.